سلام، امروز اومدیم با ویدیوی نوشتن 5 خط کد توی پایتون که با این 5 خط ما میتونیم هم کانال یوتیوب رو مانیتایز کنیم، همین که افزایش بازدید توی یوتیوب داشته باشیم. اول میریم سراغ نوشتن کد. کدی که نوشتیم بهتون یاد میدم که توی براوزرتون به تغییراتی باید انجام بدید که یوتیوب شما رو به عنوان اسپم در نظر نگیره و تمام ویوری که انجام میدیم با نوشتن این برنامه به صورت اتوماتیک توی واچ تایم و ویورتون سیو بشه. این کد رو میتونید توی برنامه‌های مختلف بنویسید. به عنوان مثال من از پایچارم یا همون در واقع پایتون استفاده میکنم که لینک شده به پایتون هستش. شما میتونید از برنامه‌های دیگه مثل ویژوال استودیو و یه سری برنامه‌های به عنوان کد بلوک یا چیزهای مختلف استفاده بکنید، چون این کد توی تمام برنامه کاربرد داره و میتونید ازش استفاده کنید. خب من اول کد رو کاملا مینویسم و خط به خط براتون توضیح میدم که توی این کد چجوری هستش و ما چی رو معرفی کردیم و چه تغییراتی توی این کد میتونید انجام بدین که بسته به افزایش ویو ویدیوتون یا اینکه مانیتایز کردن کانالتون بتونه اینو تغییر بده. خب این اول با هم یه کد رو مینویسیم و بعد براتون توضیح میدم. بچه من کد کاملا نوشتم، یه توضیح خیلی کوتاه درباره کد میدم. خب میدونم خیلیتون به برنامه‌نویسی در واقع شناخت کافی ندارین، خواستم این سعی کنم خیلی مختصر و مفید بهتون بگم. ما در واقع با این کد اومدیم که ایمپورت دادیم به وب برازرمون، واسش تایم مشخص کردیم، بهش گفتیم که ما این رو یو آر ال به تو معرفی میکنیم و تو باید توی رنجی که ما در نظر میگیریم این مقدار یو آر الی که ما بهت دادیم و توی یه دونه اوپن نیو یو آر ال هی باز کنی و ویو بندازی و وقتی که تمام شد یا در هنگام انجام ویو انداختن روی مرورگر به تعداد رنجایی که ما داریم همون مرورگر رو هی باز بکنی و در واقع ویو بندازی روی کانال یوتیوب ما. خب در واقع توی این کد ما اینجوری نوشتیم. این کد رو من در واقع توی توضیحات ویدیو توی پایین توی فایل زیپ میذارم، میتونید دانلود کنید که در واقع اون کد رو کافی کپی کنید توی برنامه پایتون. و تنها چیزی که باید براتون خیلی مهم باشه، ما گفتیم که اول ویدیو اولین قسمت اون در واقع افزایش بازدیدهای ویدیوهای یوتیوب هستش که ما اومدیم اینجا بهش گفتیم که 4 بار این مرورگر رو برامون تو لینکی که در نظر میگیریم باز بکن که 4 تا ویو بخوره روی اون کانال. شما میتونید مقدار رنج رو در واقع تغییر بدین روی هر چه مقداری که احتیاج هست. مثلا دوست دارین که با ران کردن این برنامه 10 بار این برنامه مرورگرتون رو باز کنه و اون ویدیو 10 تا ویو بخوره. خب در واقع واسه اینکه بخواید این برنامه رو ران بکنین باید به نکته خیلی مهم توجه کنین، اونم که باید شما کاری انجام بدین که در واقع یوتیوب متوجه نشه که شما اسپم هستین و یه دونه بوت درست کردید و میخواین این ویو رو انجام بدید. خب برای اولین کاری که باید انجام بدین این که توی مرورگرتون میرید و توی قسمت یوتیوب اولین کاری که میکنید باید سینک اوت بشین و از اون در واقع آکانت یوتیوبتون خارج بشید. وقتی که خارج شدید روی در واقع مرورگرتون راست کلیک میکنید و گزینه دپلیک تیپ رو میزنید، کلیک کردید این در واقع گزینه باز میشه و مرورگرتون روی این بخشی میاد که نه آی پی شما شناخته میشه نه اینکه به عنوان یه یوزری که در واقع توی یوتیوب
اکتیف هستش و اکتیف هستش نشان داده میشود. یعنی این چی؟ یعنی این که یوتیوب به این شکل شما رو متوجه نمیشه که در واقع بوت هستیم و فکر میکنه که یه ویور واقعی هستیم و میخواین اون مقدار ویدیو رو نگاه بکنید و برای اون ویدیو میتونید حتی کامنت و لایک هم بزنید. خب اون میتونید برنامه رو باز کنید. خب همونجوری گفتم میتونید مقدار رنجتون رو تغییر بدید. مثلا دوستان 4 بار این برنامه باز 4 تا ویو بخوره، این 4 تا رو میتونید به 6 تا تغییر بدید. اگه دوستان 6 تا ویو بخوره، همش بستگی به اینترنت شما داره. خب ما میایم روی 6 قرارش میدیم و یه بار دیگه این برنامه رو ران میکنیم. بعد ما میخواد که در واقع ویدیو لینکمون رو اینجا وارد کنیم. خب من از قبلا آدرس یکی از ویدیو کانال خودم رو دارم، اینجا کپی میکنم، به این قسمت کنترل وی رو نگه میدارم یا پیست میکنم و اینتر میکنم. میگه چه مدت زمانی رو میخواین شما در واقع توی این ویدیو بگذارید. ما باید همون مقدار رنجی که در نظر گرفتیم رو اینجا وارد کنیم. من مقدار رنج 6 رو در نظر گرفتم و اینتر رو میزنم. خب اینتر که میزنم، همونجوری که میبینید اولین ویدیوی من داره شروع به پلی کردن هستش، دومین ویدیو هم همینطور و این برنامه میاد به صورت اوتوماتیک مقدار رنجی که براش در نظر گرفتین ویدیوی شما رو ویو میکنه و افزایش بازدید ویدیوهاتون رو به همین صورت میتونید داشته باشید. همونجوری که مشاهده میکنید 1, 2, 3, 4, 5 و 6، یعنی همون میزانی که ما توی رنج انتخاب کرد، ببخشید توی رنج انتخاب کردیم واسه برنامه، که این مقدار رو در واقع توی تابتون قرار بده و به برازر دستور بده که این مقدار واسه ما یه دونه صفحه جدید باز بکنه که بتونیم برنامه رو ران بکنیم و اون مقداری که میخوایم ویو بگیریم. خب این واسه افزایش ویو واسه ویدئوهای یوتیوب. حالا میریم سر بحث مانیتایز کردن کانال یوتیوب. برای مانیتایز کردن کانال یوتیوب همونجوری که میدید شما به 4000 ساعت واچ تایم احتیاج دارید، که این 4000 ساعت واقعا واسه کسایی که تازه شروع کردن و خیلی ها رو میشناسم که ویدیوهای خیلی خوبی ساختن و محتوای بسیار عالی تولید کردن ولی خب دیده نشده و اینکه کانالشون مانیتایز نشده. خب وقتی که کانال مانیتایز بشه، خب یه سری آپشنایی هست که واقعا توی الگوریتم یوتیوب بیشتر تاثیر میذاره، شما رو بیشتر پیشنهاد میده با آدمای دیگه برای اینکه کانال شما رو بازدید بکنن و بتونن ویدیو شما رو ببینن و واچ‌تایمتون بیشتر بشه. برای اینکه شما بتونید زودتر به مانیتایز شدن برسین، اولین کاری که میکنید، من از قبل در واقع لینک پلی لیستی که قبلا درست کردم اینجا دارم. این پلی لیست همونجوری که میبینم با هم دیگه واردش میشیم، یادتون باشه که حتما پلی تب حتما بزنید و بعد وارد این پلی لیست بشید. پلیلیست که زدی لیست جدید درست کردم که 6 تا ویدیو توش هست و وقتی که این 6 تا ویدیو رو باز میکنم، اینا به صورت اوتوماتیک این 6 تا ویدیو در واقع ران میشن و شما هم میتونید برمین سایی دونه پلیلیست جدید درست کنید و تقریبا 6 تا ویدیو توی اون بزنید و سعی کنید که مدت زمان کلی ویدیوهاتون 24-40 دقیقه نشه. خب اول از اینکه بخوایم ما پلیلیستمون توی این برنامه پایتون در واقع وارد بکنیم که بتونیم مانیتایز بیشتری داشته باشیم، یا در واقع واچ تایم بیشتری بگیریم که بتونیم مانیتایز بشیم، اینه که شما باید وقتی که باز کنید پلیلیستتون، اولین کاری که میکنید اینه که استاپ میکنید ویدیو رو، صداشو قطع میکنید و توی سیتینگ میرید و کوالیتی رو به پایین‌ترین قسمت میرسونید، به این دلیلی که مقدار زمان لازم و راحت‌تری رو میتونیم واسه واچ تایم داشته باشیم، چون بعضیاتون ممکن اینترنت خیلی کم سرعتی داشته باشیم و با پلی لیست مشکل پیدا کنیم. خب بنابراین امید و کوالیتی رو قسمت پایین‌ترین قسمت میذارید و توی قسمت پلی بک اسپید هم میارید روی گزینه 75 یا 1.5. من به شما پیشنهاد میکنم روی 1.75 بذارید که باعث میشه که ویدیو 1/75 سریعتر پلی بشه. خب چیزی من انجام دادید، در واقع لینک پلی لیست کپی میکنید توی در واقع کجا؟ اینجایی که توی برنامه پایتونی که ما خودشو نوشتیم. خب با دقت داشته باشیم واسه مانیتایز کردن، شما نباید پلی لیست رو چندین بار باز کنید و باید در واقع شما پلی لیست رو یک بار باز کنید، به این دلیل که توی پلی لیستتون 6 عدد ویدیو هستش و رنج کلی زمان کلی ویدیوهاتون هم بالاتر از 40 دقیقه نیست. پس ما میایم رنج رو روی 1 میذاریم و دوباره این برنامه رو ران میکنیم. حالا اینجا از اون اینترویو ویدیو لینک میخواد. خب الان میایید لینک در واقع
پلیلیستتون پلیلیستمو میدم و از من میخواد که چه مدت زمانی این پلیلیست در واقع باز شه یا چه مقدار، واسه مقدار یک در توی رنج در نظر گرفتیم توی حلقه 4، بنابراین ما گزینه 1 رو میزنیم. خب 1 رو که میزنیم و ران میکنیم، اتفاقی که الان میفته چیه؟ اتفاقی که الان میفته تمامه، در واقع تمامیه این 6 تا ویدئویی که توی پلیلیست هستن همشون به صورت اتوماتیک ران میشن و باعث میشه که این وایش تایم شما بالاتر بره. خب برای من اینه که شما سعی کنید روی 20 دقیقه تا 25 دقیقه وقتی که اینا شروع به پلی شدن کردن، روی 25 دقیقه یا 20 دقیقه این پلیلیست رو ببندید، 20 دقیقه استراحت بدین به برنامه‌تون و به براوزرتون، دوباره برمیگردید توی پایتونتون و از دوباره همین گزینه رو ران میکنید و بعد دوباره لینک پلیلیستتون رو میدید و به همین شکل ادامه پیدا میکنه و این برنامه پلیلیست شما رو اتوماتیک بسرم دیان پلی میکنه و اینکه باعث میشه که واش تایمتون بیشتر بشه. خب بچه ها خیلی ممنونم از اینکه وقت خودتون تمام ویدیو رو دیدید، امیدوارم که از این ویدیو دیدنش لذت برده باشید. خب من اولین باری که درباره برنامه‌نویسی توی این کانال ویدیو میذارم، امیدوارم که اینجور ویدیو رو دوست داشته باشه. اگر دوست داشته باشید لطف کنید که ویدیو رو لایک کنید. اگر سوالی داشتید یا اگر درخواستی داشتین درباره اینکه من ویدیوی بیشتر درباره برنامه‌نویسی و ترفندهای پایتون بهتون بگم، حتما توی کامنت برای من بنویسید. ممنونم که ویدیو رو دنبال کردید. تا ویدیوی بعد.